سلام بچه ها، خوش اومدید به فان رپ چنل. فرودم امروز اومدم ریاکشن بدم به یه دونه از ترک های شاهین نجفی به اسم سلام. گفتم آخه تو لیست چنل، تو لیست این موزیک هایی که ریاکشن رفتم شاهین نجفی نباشه اصلا بده، زشته. مگه میشه شاهین نجفی نباشه؟ حتی خیلی دیگه هم نیستن هنوزا، ولی خب میان، coming soon. همه میان داخل لیست. یواش یواش امروز هم بریم به ترک سلام از شاهین نجفی ریاکشن بریم، ببینیم که داستان چه قراره. برو بریم. خب بچه ها، قبل از هر چیز ازتون میخوام که چنل منو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو تا آخر ببینید، اگر دوست داشتید لایک کنید، دوست هم نداشتی هیچی، نظرت داخل کامنت بنویس، میخونم. این زنگوله رو هم بزن که هر موقع ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش برات بیاد، اولین نفر ویدیو رو تماشا بکنی. خب آقا بریم سراغ شاهین نجفی، ترک سلام که خیلی ها گفته بودن سلام شاهین نجفی که ترک های خفنه که سال 2014 منتشر شده، تقریبا میشه گفتش برای 7-8 سال پیش میشه دیگه. سلام شاهین نجفی. سلام علیکم آقا. سلام، خوب هستین؟ سلامتی؟ آماده اید آقا؟ برو بریم. بچه خیلی وقت بود صدای اذان رو نشنیده بودم. ببین دقیقا میکنم 6-7 سال منم صدای اذان نشنیده بودم. لیریک شاهین نجفی، موزیک مجید کاظمی، موزیک ویدیو هم شاهین نجفی. سلام منو برسون به قبر مادرم، قولاده بودم واسش خونه میخرم، حیف. سلام منو، سلام منو برسون به قبر مادرم که گفته بودم، یعنی قول داده بودم خونه براش میخرم. این خیلی کلمه عمیقیه ها، یعنی جمله، حالا کلمه نه، جمله عمیقیه. اصلا موهای دستم سیخ شد ببین با این حرفش. خرم حیف، حیف، حیفش. سلام منو، حیف. سلام منو برسون مثل یه دابش، بگو زندگی جهنم تا خوبی تو بش، بگو به پرسگاه حال ما زنده ها رو، بگو بگه وز ما رو اگه دید خدا رو، بگو از آن ما به وقت بی کسی آدم هست، همیشه تو محرمیم و جشنمون عذاب، بگو چه تو دقیقا داره چیزی میگه که مثلا مادر اون وره میگه اگه خدا رو دیدی سلام ما رو بهش برسونه، نمیدونم اون دو تو بهشتی، ما این ور جهنمیم و جشنم و عزایه. و دقیقا داره داستانه که داخل هست داره تشریح میکنه، یعنی داره میگه. شب اون سبک گفتنش رو دوست داشتم. ما به وقت بی کسی آدم هست، همیشه تو محرمیم و جشنمون عزاست، بگو چه تو خسته ایم از این همه سوا، چقدر صدا زدیم آسمون و کو جواب، بگو صبح و شب نه، یه چقدر صدا زدیم آسمون، چقدر دعا کردیم، چقدر چیز کردیم، ولی خب جوابی فعلا نگرفتیم هنوز راجع به اون داستانا. این همه سوا، چقدر صدا زدیم آسمون و کو جواب، بگو صبح و شب نشه از خالی پریم، بگو از گشنگی داریم امید میخوریم، بگو ولادیم واسه نفس رمق نداریم، از گشنگی داریم امید میخوریم. بچه ها پاز میزنم، یه باید پاز بزنم دیگه، چیزای عمیقی میگه، یعنی هرچی میگه من موهای دستم سیخ میشه اصلا. از گشنگی داریم امید میخوریم، یعنی دقیقا یه چیزای همینه داخل ایران دیگه. الان تازه این آهنگ برای 7 سال پیشه، الان اتفاقا صدق میکنه این آهنگ. خیلی کلمه های قلمبه سلمبه دارم به کار میبرم، اون صدق میکنه کلا روزانه اصلا استفاده نمیکنم، الان دارم میگم. میگن یوتیوب آدم رو یه ذره چیز میکنه، داستانش همینه دقیقا. الان این هم دقیقا همینه، یعنی امیده، کلا امید دارم میخورن یه سری ها. بگو از گشنگی داریم امید میخوریم، بگو ولادیم واسه نفس رمق نداریم، بگو زنده ایم و قد مرده حق نداریم، بگو انو واسه یه لغمه، بگو زنده ایم و قد مرده حق نداریم. یعنی چی؟ یعنی واقعا یعنی چی؟
یعنی از یه مرده حقمون کمتره، یعنی هیچی دیگه، یعنی هیچی، یعنی هیچ حقی نداریم، صفر. حق نداریم، بگو زنده ایم و قد مرده حق نداریم، بگو انو واسه یه لغمنون تو سک داریم و لشتو لشتو نخ ناموسه این اونیم و دیگه دوا واسه موسه و که کرک میزنیم، تمام بود و نبودمونو به فاک میزنیم، یاریه که با غمم دیگه شاد میشیم، عاشق میشیم، ترپانده اسید میپاشیم، بگو علی عبد گرد. فکر کنم داستان همون اسید پاشه که میگه اسید میپاشید، یه مدت تو ایران چیز شده بودش که اسید میپاشیدن رو دخترها، یه سری ها حتی یه سری هم الکی دیگه آب میپاشیدن، یعنی پخ شده بود الکی مثلا میخواستن اذیت بکنن، حالا اسید هم نه، حالا یه سری که واقعا اسید میپاشیدن بودش، ولی یه سری هم به شوخی شوخی آب میریختن، یعنی اذیت میکردن دیگه. دیگه شاد میشیم، عاشق میشیم، ترپانده اسید میپاشیم، بگو علی عبد گرفت و موندنی شد، از تو بند میده خرج زن و بچهشو، بگو ممی توی تیزی کشی تو خط مارد، یه سال نشده آجی بازاری زنشو برد، بگو مدای دوزاری افتیر کشه، رفیق بیت رهبری و نور چشه، یکم زور داره وقتی هیچ کی سر جاش نی، زندگیت خورش و بدبختی چاشنی، نخمه آفراری و خوبام. بچه خیلی چیزا داره ها، حالا من هم یه سریاشو دیگه پاس نمیدانم، نمیخوام بگم، یعنی بهتره که نگم را ازش رد بشیم، ولی خب خیلی نکته ها داره، همه رو میفهمم، میگیرم چی میگه. چاشنی زندگیت خورش و بدبختی چاشنی، نخمه آفراری و خوبامون تو بندن، ما تو بغض و اونا به ریشمون میخندن، دست تو جیب مردم و قسمشون به خواران، پول نفس اما خرج میشه تو لبنان، سلاگ تیشه فرهادم وقتی گلو برید فریادم، آتش زیر خاکسترم، نطفه توفان در سرم، سلاگ تیشه فرهادم وقتی گلو برید فریادم، زیر خاک سرم، نطفه توفان در سرم. گیتار برقیه اون زیر اصلا رو مغزت راه میره، اصلا من ای هدست گذاشتم مغزم داره راه میره. بچه ترک هم خب سیاسیه دیگه، حالا یه سری جام هم میگم نمیخوام چیز بکنم، نمیخوام بیام دنبال سیاست، این اصلا کاری ندارم، ولی خب رد میشم ازش دیگه، رد میشم، ولی خب میگیرم چیا میگم، یه سه چیزایی که همه میدونن دیگه، ولی خب در کل ترک خفنیه. تیشه فرهادم وقتی گلو برید فریادم، آتش زیر خاک سرم، نطفه توفان در سرم، سلام منو برسون به 67 خاوران، سلام منو برسون به دود و دم تهران، سلام منو برسون به دخترها تو پارک، دخترها تو پارک، به دود و دم تهران، به دود و دم تهران، سلام منو برسون به دخترها تو پارک، فراریا به ضرب زخم زجه، اقاقیا به بیشناس نامه ها، بچه های افغان، پیش‌شناسنامه‌های بچه‌های افغان، افغان، سلام منو، سلام منو برسون به بچه‌های کار، یواشکی تو خاکیای دروازه غار، یواشکی، سلام منو برسون به یواشکی، می یواشکی دارن کار میکنن دیگه بچه‌های کار، باید اونا مثلا کاری هم که دارن میکنن باید با هزار تا ترس و استرس و یواشکی و اینا باشه دیگه که بخوان حالا مثلا یه دو قرون کار بکنن. یای دروازه غار، یواشکی، سلام منو برسون به چروکای پشت پلک و چرک کار و دست بابا پینه بسته، حالا سلام منو برسون به اینو شک نکن تو کتک زیر جک وانه میده پهلوون، سلام منو برسون به کارون که خوش نشده هنوز مثل زاینده رود، کارون که هنوز زاینده رود که خوش شدش، کارون هم نمیدونم خوش شده خوش نشده تا الان، احتمال خوش شدنش فکر کنم هست. سلام منو برسون به کارون که خوش نشده هنوز مثل زاینده رود، ارومیه دوره شومیه خفگی عمومیه، وای چی میگه آخه، خفگی عمومیه، شومیه خفگی عمومیه،
اینا رو نمیگم که بگی ناامیدی، حتی اگه یه روز خوش ندیدی، فقط تویی تویی که فردا تو میسازی، تو رئیس خودتی واس خودت سربازی. ده چه قشنگ میگه، اینا رو که دارم میگم نیست که اصلا ناامیدی بخوام بدم، خودتی که آیندت رو میسازی، خودت رئیس خودتی، بالاخره خودت باید یه کاری بکنی که به حالا برسی بالاتر یا امیدی بگیری، پیشرفتی بکنی. حالا شاید همه چی بد بشه، حالا تو موقعی که خودت هم نخوای خب چیزی درست نمیشه دیگه، و خودت هم بخوای بالاخره باید پیشرفت بکنی. به به، سلام بر تو ای شاه نجفی عزیز. عجب ترک سمی بودش ببین، یعنی ترکی بودش که تیکه تیکش یه چیزایی داشت برای گفتن داشته، یعنی چیزی برای گفتن داشتش تیکه به تیکش، ولی خب میگم یه جورایی دست پامون بسته است حمیدی من تو رو. ولی آره ترک فوق‌العاده‌ای بودش، من که خیلی حال کردم، دمتونم گرم که پیشنهاد کرده بودید. خب بچه ها مرسی که این ویدیو هم تا انتها تماشا کردید، اگر ویدیو رو دوست داشتید چنل منو حتما سابسکرایب بکنید، ویدیو هم یه لایک بزن روش، نظراتم داخل کامنت بنویس، این زنگوله هم بزن که هموقع ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش برات بیاد و اولین نفر ویدیو رو تماشا بکنید. تا ویدیو بعدی فعلا.